بخش خصوصی بود، ما پول هم وام گرفته بودیم، بهرش خیلی زیاد بود، نتونستیم بدیم. وضعیت کار خراب شد، بالاخره یه سری هم جنس از چین آوردن دیگه، اونم بدتر کرد کارو. شیراتش اینت میگم جنس من هم خیلی مرغوب و خوب بود، منتها رفتن یه سری از چین وارد کردن و بردن جنس های نامرغوب با قیمت پایین، همین باعث شد تو بازار اصلا دیگه جنس ما کشش نداشته باشه دیگه، نتونستیم ما فعالیت کنیم. به خاطر همین دیگه مجبور شدیم که چون بدهیامون که زیاد شده بود سودش رو به رو بیشتر میومد با هم دیگه، به خاطر همین دیگه ما تواناییشو نداشتیم، مجبور شدیم که همش کنیم. ببینید وقتی ما سود پول میدادیم، پول سودی هم خیلی اذیت کننده است دیگه، وقتی که اون درآمدی نباشه تو هم جمع میشه خیلی اذیت میکنه دیگه. ما مجبور شدیم برای همین که بدهیامون رو پرداخت کنیم، دستگاهامون رو بفروشیم بابت بدهیامون رو پرداخت کنیم. حوله‌هاش 70-80 میلیون فعلا حساب کنیم، فعلا ضرر کردیم تا حساب کلی بکنیم. وقتی ما میان جنسمون رو با کیفیت خوب میدیم، جنس مرغوب استفاده میکنیم، تولید میکنیم، میان جنس آشغال وارد میکنن، میارن میزنن تو سر جنس ما، دیگه هیچ جای فعالیتی باقی نمیمونه که مجبورش یا ما هم جنس قلابی تولید کنیم یا اینکه اصلا جمعش کنیم بذاریم کنار دیگه. نه اصلا کسی جوابگو نه. من مدعی فعالیت های صنعتی داشتم، مراجعه کردم چندین بار، گفتن آقای رئیس جمهور گفته ما وام میدیم، رفتیم بدیم، نه وام خبری، همش دروغ هست. هست دادن فقط، اصلا تحویل نمیگرفتن. فقط دروغ ما شنیدیم، فقط دروغ از این دولت ما شنیدیم که هیچ حمایتی از رای تیچر ریشه ما دادن، یعنی صنعت را اصلا به خاک سیاه نشوندن با این کاراشون، با ندونم کاریانشون، با آدمایی که اومدن سر کار رو نفهمیدن چه کار باید بکنن، اصلا کننده نبودن، تیچر ریشه صنعت این مملکت، تولید این مملکت دادن. تنسیزی که میتونم بگم همینه.